بیننده خبرها صدای آمریکا هستید. مدارس و اداره‌های دولتی در بخش‌هایی از جامو و کشمیر، منطقه عمدتاً مسلمان نشینی که هم هند و هم پاکستان مدعی مالکیت آن هستند، روز دوشنبه پس از دو هفته بازگشایی شد. با این حال در سرینگار، بزرگترین شهر کشمیر، مدارس همچنان تعطیل است. مقررات منع رفت و آمد اعمال می‌شود و خطوط تلفن و اینترنت نیز قطع است. تصمیم دولت مرکزی هند به لغو خودمختاری کشمیر و اعمال تدابیر شدید امنیتی سبب خشم ساکنان آن منطقه شده است. جزئیات بیشتر در گزارش مسعود ملک. بازگشایی اداره های دولتی و بازگشت دانش آموزان به مدارس بعضی مناطق از جمله جامو را به حالت عادی تری در مقایسه با دو هفته اخیر برگردانده است. اعمال تدابیر شدید امنیتی در پی لغو خودمختاری کشمیر توسط دولت مرکزی هند همچنان بر قوت خود باقی است و شهر را عملا به حال تعطیل درآورده است. اینترنت و تلفن قطع، رفت و آمد ممنوعه، نمیتونیم جایی بریم. بیمارستان و تعطیل و مراقبت از کودکان بیمار مشکل شده، وضعیت بدیه. جامو و کشمیر بزرگترین جمعیت مسلمان هند را در خود جا داده و مبارزه برای کسب خودمختاری در این منطقه در سه دهه اخیر هزاران کشته به جا گذاشته است. اقدام اخیر دهلی نو به لغو خودمختاری منطقه کشمیر به نگرانی و خشم ساکنان منطقه دامن زده و اعتراض و هشدار کشور همسایه پاکستان را در پی داشته که به نوبه خود مدعی مالکیت و حاکمیت کشمیر است. دو کشور دو بار در سالهای 1965 و 1971 میلادی بر سر کنترل کشمیر جنگیدند.